ارزش این میزان صادرات 36 میلیون دلار معادل 1000 میلیارد ریال بود. محصولات صادراتی نسبت به برنامه پیش بینی شده 140% رشد داشته است. نخل، کیوی، فلفل و حالا سیب زمینی. اینها محصولات صادراتی هستند که در یکی دو ماه اخیر اخباری درباره برگشت خوردن آنها و مرجوع شدنشان به ایران منتشر شده و ذهن بسیاری از مردم را درباره چگونگی تولید، نظارت و عرضه محصولات کشاورزی و باغی مشوش کرده. در تازه ترین اتفاق، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد از برگشت خوردن سیب زمینی های ایران از ترکمنستان خبر داده و رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان سیب زمینی هم گفته چندی پیش 3500 تن سیب زمینی ایرانی از ازبکستان برگشت خورده بود، موضوعی که شائبه سالم نبودن این محصولات را ایجاد کرد. کمی بعد گمرک ایران برگشت محموله صادراتی سیب زمینی از ترکمنستان را تایید نکرد، اما اعلام کرد مدتی پیش محموله 50 تنی به مقصد ازبکستان برگشت خورد که دلیل آن سموم و آفات نبود و بعد از حل مشکل محصولات دوباره صادر شدند. پیش از این مهدی قائمیان معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات خبر مرجوع شدن محموله سیب زمینی ها را تکذیب کرده و گفته بود ازبکستان چند شرط را برای واردات سیب زمینی ما تعریف کرده. نخست، محموله باید اجازه ورود داشته باشد. دوم، عاری از خاک زیاد و سوم، فاقد آفات گیاهی باشد. نایب رئیس اول اتاق مشترک ایران و ترکمنستان هم گفته سیب زمینی صادراتی ما از ترکمنستان برگشت نخورده و چنین چیزی صحت ندارد. فقط بار سیب زمینی یک کامیون از ازبکستان برگشت خورده بود که علت آن هم وجود خاک زیاد در محصول بود، اما برخی رسانه‌ها بزرگنمایی کردند. البته این موضوع محدود به محصول سیب زمینی نمی‌شود و موارد دیگری مثل مرجوع شدن فلفل از روسیه و کیوی از هند شهروندان را نگران کرده. عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بعضی محصولات کشاورزی مصرفی مردم استاندارد کافی ندارند و سالم نیستند و ماجرای برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران باز هم تکرار خواهد شد. ذبیح الله اعظمی افزوده تولید کنندگان عمده اصول حرفه‌ای را رعایت نمی کنند، چون سازمان یا نهادی تا به حال از آنها نخواسته این اصول را رعایت کنند. یعنی فشاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت روی آنها نبوده. بنابراین تولید کنندگان به میزان دلخواهشان کود داده اند. برای مثال گویا سیب زمینی های برگشت خورده از ترکمنستان نیترات زیادی داشته. اظهارات ضد و نقیض و عدم شفافیت تنها مربوط به محصول سیب زمینی نیست. مثلا روسیه به دلیل استفاده از چندین سم واردات فلفل را از ایران ممنوع کرد و محموله های کیوی ایران به دلیل باقی مانده سموم کشاورزی از هند برگشت خورد و حالا رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفته محصولات مرجوعی وارد بازار داخلی ایران خواهند شد. اینکه چرا نظارت درستی بر سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی نیست، چرا بر سموم استفاده شده در تولید این محصولات نظارت نشده و آیا مردم ایران در بازار داخلی از محصولات سالمی استفاده می‌کنند، سوالات مهمی است که مسئولان باید به دور از مصلحت اندیشی به آنها پاسخ دهند و البته مشخص شود نقش سموم چینی در این بین چیست. موضوعی که محمد رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان سیب زمینی هم به آن اشاره کرده و گفته برخی کشورهایی که سموم از آنها خریداری می‌شود استانداردهای لازم را ندارند و در تولید و کیفیت آنها تقلب می شود. این مسئله در سمومی که از چین وارد می شود بارها مشاهده شده و سموم این کشور کیفیت لازم را ندارد. در ماجرای فلفل و کیوی هم این موضوع مطرح شد که استانداردهای کشورها در استفاده از سموم متفاوت است. اما باید پرسید که این وسط تکلیف محصولاتی که ایرانی ها مصرف می کنند چیست؟ آیا سلامت مردم کشور خودمان موضوع پیش پا افتاده است و آیا دیگر محصولاتی که در کشور تولید و عرضه می شود سلامت؟ سوال ساده است و جواب هم باید روشن باشد، اما آیا گوش شنوایی برای شنیدن و زبان صریح و صادقی برای پاسخگویی وجود دارد؟